حقایقی از زندگی شخصی مرتضی، از ماجرای مهاجرتش به آمریکا تا ماجرای ازدواجش و اتفاق جالبی که توی دوران سربازی براش افتاد و نقطه عطف زندگیش شد و باعث شهرت و محبوبیتش بین مردم شد. با ما همراه باشید، یه مروری زندگی مرتضی برجسته رو با هم انجام میدیم. سلام، همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب مرتضی برجسته خواننده قدیمی کشورمون، متولد 10 شهریور سال 1330 در شهر تهران است. ایشون خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا و یکی از پیشگامان موسیقی محلی و فولکلور ایران میباشه. ایشون در سال 30 توی یکی از محله‌های تهران به دنیا اومد. تحصیلات دانشگاهیش رو در رشته معماری و طراحی ادامه داد و بعدم در دوران پیش از انقلاب در کنار خوانندگی توی چند شرکت تبلیغاتی کارهای گرافیکی و طراحی انجام میداد. مرتضی کار خوانندگیش رو نخست از کاخ سازمان جوانان شروع کرد و بعد به صورت حرفه‌ای از زمانی که در ارتش بود به فعالیت موسیقیاییش ادامه داد. اون اولین بار در سال 48 در تلویزیون و در برنامه معروف میخک نقره‌ای که با همت فریدون فرخزاد از تلویزیون ملی پخش میشد، در فستیوال آوازی که برگزار شده بود بین 10 خواننده معروف تونست مقام اول رو به دست بیاره و همین شد آغاز حرفه‌ای کار خوانندگیش. اون اولین ترانه‌ای که خوند برای یه فیلمی بود که توی 16 سالگی اجرا کرد. اگرچه اون فیلم هیچ وقت پخش نشد، ولی باعث شدش که روند خواننده شدن مرتضی برجسته حرفه‌ای تر پیش بره. اون دوی همون برنامه میخک نقره‌ای به چند تا آهنگ ماندگار رو پخش کرد، از جمله عشق زودگذر، گل نیروفر پشت پنجره که همشون رو با آهنگسازی مرحوم پرویز مقصدی ساخته بود و شعرش رو هم مسعود هوشمند سروده بود. مرتضی برجسته در دهه 50 خورشیدی با اجرای ترانه‌های متعددی در فیلم‌های ایرانی تونست شهرتش رو بیشتر و بیشتر بکنه. اون یکی از معروف‌ترین خواننده‌ها توی فیلم فارسی‌های اون موقع بود و کارش رو هم خیلی زود شروع کرد. و از 16 سالگی تا قبل از انقلاب که حوالی 20 و چند سالگیش بود، بیش از 50 تا فیلم رو موسیقی فیلمش رو مرتضی برجسته کار کرده بود. اما خود مرتضی برجسته شروع شهرتش و فعالیت حرفه‌ایش رو به آهنگ عشق زودگذر میدونه. در این باره خودش تعریف میکنه که اون زمان سرباز بودم. یه روز آقای سرهنگی که یه جورای مافوق ما بود گفتش که تو صدای خوبی داری، بیا توی کمپ‌های افسران در تابستون‌ها برای ما آهنگ بخون. بعدم من رو معرفی کرد به آقایی به اسم یادگار که توی خیابون لاله‌زار بغل سینما رکس صفحه فروشی داشت. من رفتم و با آقای آشنا یادگار شدم. اونم منو به پرویز مقصدی معرفی کرد و همین شدش که آهنگ عشق زودگذر اولین آهنگ من شد. جالبه که این آهنگ رو قرار بودش خواننده معروفی به اسم منفرد اجرا بکنه، ولی خب به خاطر درگیری لفظی که بین منفرد و مقصدی اتفاق افتاده بود، باعث شدش که این آهنگ رو به من بسپرن و من هم تمام تلاشم رو کردم که بتونم خوب این آهنگ رو اجرا بکنم و همین شدش که شروع فعالیت من با یه همکاری خوب اتفاق افتاد. اما خیلی ها شهرت مرتضی رو به واسطه دوستیش با فریدون فرخزاد و حضورش توی شوهای تلویزیونی فریدون، به خصوص شوه میخک نقره‌ای میدونن. شوه میخک نقره یکی از موفق ترین شوهای تلویزیون تاریخ ایران بود که به همت و ابتکار فریدون فرخزاد در اوایل دهه 40 و اوایل دهه 50 از شبکه اول تلویزیون ایران پخش میشد. افسون بر مرتضی، جمع کثیری از خواننده های معروف اون زمان که هنوز آنچنان به شهرت نرسیده بودند، توی این شوه تلویزیونی کار خودشون رو آغاز کردند که از جمله اونها ابی، سولی، شهرام، نوشافرین، لیلا فروهر و خیلی های دیگه بودند. اما شاید شهرت و محبوبیت مرتضی توی برنامه میخک نقره‌ای به دلیل اولین حضورش که یه حضور متفاوت بودش برمیگرده. مرتضی در مورد نخستین حضورش توی این برنامه میگه:
اتفاقی که افتاد این بودش که یکی از دوستانم به من گفت آقایی به نام فریدون فرخزاد که از آلمان به ایران اومده میخواد یه شو تلویزیونی بذاره، همین شوهایی که امروزه در آمریکا و اروپا مود شده. بیش از 40 سال پیش فریدون فرخزاد همزمان با شوهای معروف آمریکایی و اروپایی یه شوی در استانداردهای بین المللی میخواست توی ایران اجرا بکنه که انصافا هم با تمام پتانسیل و به خوبی تونسته بود این کار رو انجام بده. توی برنامه میخک نقره‌ای برای اولین بار 14 تا خواننده که شهرت زیادی هم نداشتن توی برنامه حضور داشت پیدا کردن و در قالب یه مسابقه با هم دیگه رقابت میکردن که توی اون مسابقه من تونستم اول بشم. وقتی که به من پیشنهاد حضور توی این برنامه داده شد، من هم مثل هر جوان مشتاق و اهل موسیقی خیلی آرزو داشتم که از طریق این برنامه وارد تلویزیون ملی بشم و بیشتر دیده بشم. اون زمان کم سن و سال بودم و سرباز ارتش هم بودم، ولی خب با این حال قرارمدارها رو با گروه فریدون فرخزاد گذاشتم و ظهر پنجشنبه که سربازها رو مرخص میکردن فرماندهی پادگان اومد سان ببینه. به من که رسید گفت تو چرا انقدر موهات بلنده؟ گفتم ببخشید تیم سان، الان پنجشنبه است، میرم و میزنم. گفت نخه، چرا تا الان گذاشتی انقدر بلند بشه؟ گفتم تیم سان آخه من باید برم تلویزیون. تیمسار هم با یه خنده‌ای به من گفتش که تو اصلا کی هستی که تلویزیون رات بدن، و همونجا دستور داد که همین الان این رو ببرید و موهاش رو از ته بزنید. من واقعا اون لحظه ناراحت شدم و هی التماس می‌کردم که این کار رو نکنن و چند روز به تعویق بندازن، ولی خب فایده نداشت. همون لحظه موهای من رو با نمره 1 زدن و من ناراحت اومدم منزل و فکر می‌کردم که با این اتفاق دیگه نمیتونم توی برنامه فریدون فرخزاد حضور پیدا کنم. بلافاصله زنگ زدم به فرخزاد و گفتم که آقای فرخزاد اینطوری شده، موهای من رو از ته زدن و من نمیتونم به برنامه شما بیام. و تیمسار هم با من غضب کرده. فریدون فرخزاد از شنیدن این جمله من تعجب کرد، گفتش که اصلا مانعی نداره، اتفاقا این اتفاق خیلی هم جالب است و بیننده ها خوششون میاد، همینطوری با سر زده پاشو بیا و توی برنامه حضور پیدا کن. که من هم رفتم و همون باعث شدش که محبوبیتم بین مردم بیشتر هم بشه. همین اتفاق شروع فعالیت هنری مرتضی و شهرتش بود. مرتضی برجسته از سال 1348 کارش رو شروع کرد و تا قبل از انقلاب بیش از 180 ترانه رو اجرا کرده بود و توی بیش از 50 فیلم به عنوان خواننده موسیقی اجرا داشتش. مرتضی هم فعالیتش با شروع انقلاب دچار محدودیت‌هایی شد. اون چند سالی به صورت کامل فعالیت هنریش رو تعطیل کرد تا در نهایت با ممنوع شدن موسیقی پاپ توی ایران در سال 1360 تصمیم گرفتش که از ایران خارج بشه. اون تصمیم گرفت برای اولین بار به آمریکا بره و بعد از اینکه به آمریکا رسید به خاطر اتفاقاتی که افتاد تصمیم گرفتش که توی آمریکا موندگار بشه، چیزی که خودش میگه اصلا میل قلبیش نبود و برای یه دوران کوتاه و موقتی به آمریکا رفته بود. اون توی دورانی که برای تمدید گذرنامش به سفارت ایران توی آمریکا رفته بود متوجه شدش که مسئولین سفارت پاسپورت اون رو ضبط کردن و اجازه تمدید پاسپورت رو به اون نمیدن و مرتضی مجبور شدش که برای اینکه توی آمریکا بمونه اقامت آمریکا رو بگیره و پناهنده بشه، واسه همین توی آمریکا موندگار شد. مرتضی رو میتونیم یکی از پیشگامان موسیقی محلی و فولکلوریک ایران بدونیم. از زمانی که مرتضی ناگزیر از اقامت اجباری در لس آنجلس گردید، وظیفه خودش دونست که موسیقی فولکلوریک ایران رو به گوش شنونده های اونور آبی برسونه، به خصوص که توی اون زمان خیلی هم به این نوع موسیقی و موسیقی محلی توجهی نمی شد. اون در شروع فعالیت هنریش بعد از انقلاب یه تعداد از آهنگ‌های معروف محلی مثل دایه دایه و همینطور انار انار رو بازخونی کرد و به سبک خودش به گوش شنونده‌ها رسوند که با توجه به خالی بودن این قسمت از مارکت توی موسیقی اونور آبی باعث شدش که استقبال زیادی از آثارش بشه.
مرتضی آلبوم اول خودش به اسم دایه دایه رو با همراهی ناصر چشم‌آذر و در شرایطی که دچار مشکلات زیادی بودش به خصوص مشکلات مالی وارد بازار کرد و همکاری اون با ناصر چشم‌آذر و کمک بزرگی که توی اون تایم به اون کردش باعث شدش که آلبومش با استقبال فوق‌العاده مخاطبا قرار بگیره. همین موفقیت باعث شد که مرتضی آلبوم دوم خودش رو با انرژی و پتانسیل بیشتری روونه بازار کنه. آلبوم دوم مرتضی و آهنگ‌های اون به خصوص آهنگ انار انار که یه آهنگ بلوچی افغانی بودش با استقبال مخاطبا همراه بود و همین مرتضی رو بعد از انقلاب هم دوباره به گوش مخاطبا رسون. مرتضی توی دوران فعالیتش آهنگ‌های سیاسی هم کم نخونده که اولین آهنگ اون رو میتونیم آهنگ داروغه با شعر مسعود امینی بدونیم. اون بعدها توی حوادث مختلف مثل جنبش سبز و حوادث بعد از انتخابات سال 88 و همینطور اعتراضات سال گذشته هم آهنگ‌های سیاسی زیادی رو اجرا کرده. همونطور که قبلا بهتون گفتم مرتضی مدارک تحصیلیش در رشته طراحی و گرافیک است. اون توی اوایل حضورش در خارج از کشور با طراحی کاورهای آلبوم‌ها و کاست‌های موسیقی خودش و دیگر همکاراش برای اولین بار توی اوایل دهه 60 یعنی سال 62-63 با کامپیوتر طرح‌های گرافیکی خوبی رو طراحی کرد. بعد از اون تونست توی عرصه گرافیک هم فعالیت‌های زیادی داشته باشه و خیلی از پوسترها و آلبوم‌های موسیقی رو با کامپیوتر طراحی بکنه و برای اولین بار یه نوآوری توی گرافیک و طراحی آلبوم‌ها ایجاد بکنه، به خصوص توی موسیقی ایران که خیلی هم محجور بود توی اون سال‌ها. مرتضی در سال 83 یه فرهنگ سرا و خانه فرهنگ ایران هم در یه استودیو خیلی بزرگ توی آمریکا تأسیس کرد که فعالیت‌های فرهنگی و هنری توی اون فرهنگ سرا اجرا میکنه. مرتضی برجسته فقط یک بار ازدواج کرده و اون هم بعد از مهاجرتش به آمریکا بود که حاصل این ازدواج دو فرزند دختر هست. اون چند سالی هستش که از همسرش به صورت رسمی جدا شده. یکی از حواشی جنجالی که مرتضی برجسته در سالهای اخیر درگیر شده ماجرای افتادن توی دام یه پرستو و سوء استفاده‌ای که ازش شده بوده. اون توی شهریور 98 به صورت رسمی اعلام کرد که در 67 سالگی یعنی سال 97 در دام یه پرستوی 25 ساله افتاده. این پرستو مدتی بعد با تهدید به افشای فیلم‌های خصوصی درخواست 50,000 دلار از مرتضی برجسته کرده بود که در نهایت خود مرتضی تصمیم به علنی کردن این خبر کرد و هیچ باجی به این پرستو نداد. بعدن کاشف عمل اومد که این ماجرا سر دراز داره و چندین خواننده قدیمی اونور آبی درگیر این پرستو شدن و یه جورایی بهش باج دادن. مرتضی برجسته توی سال‌های اخیر درگیر نوشتن کتابش هست. اون میگه درباره مشغلات فعلی هنریش و همینطور شکل‌گیری آهنگ‌هاش و مسیر هنری که طی کرده در حال نوشتن کتابی هستش که به زودی منتشر میشه. حتما نظراتتون رو راجع به مرتضی برجسته خواننده قدیمی ایران برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید با کدوم یکی از آثار این خواننده قدیمی بیشتر ارتباط برقرار کردید و بیشتر خاطره دارید. حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.